سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه‌ای از کشته شدن اسماعیل هنیه و یک محافظش در تهران خبر داد. به گزارش همکارم از نحوه ترور رهبر سیاسی حماس توجه فرمایید. سپاه پاسداران در ایران اعلام کرده است که اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس و یکی از محافظان او در محل اقامت خود در تهران کشته شدند. حماس هم این خبر را تایید کرده است. اسماعیل هنیه بعد از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران کشته شد. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت که قتل اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس یک قتل سیاسی کاملا غیر قابل قبول است. میخائیل بوگدانوف افزود که این قتل منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها خواهد شد و تأثیر منفی بر مذاکرات آتش بس در غزه خواهد گذاشت. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای قتل شرم‌آور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس و از متحدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را محکوم کرد. این وزارتخانه افزود هدف از این حمله گسترش جنگ غزه به ابعاد منطقه‌ای است و بار دیگر نشان داده است که دولت نتانیاهو قصدی برای دستیابی به صلح ندارد. در پی این تحولات یک سخنگوی کاخ سفید گفت که کاخ سفید گزارش‌های مربوط به ترور و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در ایران را دیده است، اما از اظهار نظر فوری خودداری کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم و این عمل را اقدامی بزدلانه و تحولی خطرناک توصیف کرد. او همچنین فلسطینیان را به اتحاد، صبر و پایداری در برابر اشغالگری اسرائیل دعوت کرد. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی از تشکیل نشست اضطراری شورای عالی امنیت ملی در مقر دفتر رهبر ایران خبر داد. اتفاقی که به نوشته این رسانه تنها در شرایط فوق‌العاده روی می‌دهد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که بر شبکه شبه نظامیان همسو با ایران در خاورمیانه نظارت دارد نیز در این نشست حضور دارد. ارتش اسرائیل به چند رسانه بین‌المللی از جمله CNN و خبرگزاری فرانسه گفته که به درخواست های رسانه های خارجی برای اظهار نظر درباره کشته شدن هنیه پاسخی نخواهد داد. ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در حالی در پایتخت ایران روی داد که تنها یک هفته پیش از این اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران متلاشی شدن شبکه موساد را پر افتخارترین اقدام وزارت اطلاعات در دولت 13 اعلام کرده بود. او روز جمعه 5 مرداد گفت در دوران فعالیت دولت 13 شبکه نفوذ موساد که شخصیت‌های علمی ما را ترور می‌کرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری می‌کرد، این شبکه و دسترسی‌ها و توانمندی‌های آن از بین رفت. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، تحلیل شما از انجام این ترور و تبعات آن برای آینده منطقه، جهان اسلام و ایران چیه؟ ببینید، این عملیات ترور بعد از سفر آقای نتانیاهو به امریکا و سخنرانی که در اونجا کرد و استقبال بسیار گرمی که از سوی اکثریت اعضای کنگره از دو حزب قرار گرفت و این حادثه پس از اون رخ داده. در اونجا آقای بنیامین نتانیاهو اعلان کرده بودش که ما در یک نبرد تمدنی قرار در یک نزاع تمدنی قرار گرفتیم و میبایستی
و میبایستی ما پاسخی بدهیم به این که این در این نزاع تمدنی شکست نخوریم. و میخواست بگی که من در خط مقدم این نزاع تمدنی هستم. اسرائیل و دقیق تر شخص خود آقای نتانیاهو مایل نیست که این جنگ تمام بشود. چرا مایل نیست تمام بشود؟ به دلیل اینکه او اعلان کرد حماس رو نابود خواهد کرد و اسیران خودش رو آزاد خواهد کرد. خب الان میبینیم وارد فاز مذاکراتی شده بود همین دولت نتانیاهو، برای ادوار متعددی وارد مذاکره شده بود. و معنی مذاکره این هستش که راه جنگ بایستی بسته بشه، راه مذاکره باز بشه. خب الان با ترور عالی ترین مقام حماس، خود حماس دیگه از میز مذاکرات عقب خواهد کشید. غیر از اینه حماس دیگه از میز مذاکرات عقب نشینی خواهد کرد. آقای نتانیاهو خواهد گفت که من هنوز سر مذاکرات هستم، حماس پای مذاکره نیستش، چه راهی باقی مونده جز جنگ، پس باید بجنگم. ببینید راه رو برای ادامه جنگ خودش باز کرده بود، چون اون هرگز دوست نداشتش که از طریق مذاکرات اسیران اسرائیلی رو آزاد کنه. معنیش اینه که نتوانسته اسرائیل رو، نتوانسته حماس رو شکست بده. خب این اقدام یک اقدام بسیار مهیبی است، اولا که خب برای جمهوری اسلامی که میزبان دولت، میزبان آقای هنیه بود، اون هم پس از تحریف آقای پزشکیان، این ضربه حیثیتی است برای جمهوری اسلامی که چرا چه باگ‌های امنیتی داشته که اینطوری این حادثه رخ داده، چگونه است که اسرائیل اشراف اطلاعاتی داشته است در خاک ایران. این نکته اول که جمهوری اسلامی رو در شرایط سختی قرار میده، اما در این حال دولت امریکا رو هم در شرایط سختی قرار میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر راه مذاکره مسدود شده باشد، چنان که توضیح دادم، راه جنگ باز میشه. اگر قرار باشه که حمله ها به اسرائیل افزایش پیدا بکنه، همین دولت آقای بایدن که فشارهایی رو آورده روی نتانیاهو مبنی بر اینکه جنگ رو کاهش بده، وارد مذاکره بشه، خب اون موقع خودش رو مجبور هستش در شرایطی ببینه که باید از اسرائیل حمایت بکنه. بله. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که 100 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا. اصلا شرایط اینطور نیست که ذهن خانم هریس، آقای بایدن، حزب دموکرات، حتی حزب آقای ترامپ متوجه مسائل پیرامونی خاورمیانه باشه. پس برای امریکا هم بد هست، اما برای شخص آقای نتانیاهو اونطور که توضیح دادم بسیار خوب خواهد بود. چرا؟ چون او مسیر جنگ رو علاقمند هستش، راه مذاکره بسته شده، پس راه جنگ ادامه خواهد داشت. بله، سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.